شیخ حمود هاشم الزاهری عضو هیئت علمای یمن و اتحادیه جهانی علمای مسلمین. حمله جنایتکارانه موشکی به لیبرتی، جنایت مشترک رژیم آخوندی و حکومت مالکی. بازگشت به اشرف حق قانونی مجاهدان لیبرتی است. دولت آمریکا و ملل متحد در قبال امنیت و سلامت این پناهندگان مسئولیت مستقیم دارند. شیخ حمود هاشم الزاهری عضو هیئت علمای یمن و عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمین حمله جنایتکارانه موشکی به لیبرتی را جنایت مشترک رژیم آخوندی و مالکی اعلام کرد و بازگشت به اشرف را حق قانونی ساکنان لیبرتی دانست. شیخ حمود هاشم الزاهری پیش از این در یک بیانیه فوری حمله موشکی به لیبرتی را محکوم و اعلام کرد. مسئولیت تهاجم موشکی 9 فوریه به کمپ لیبرتی بر عهده رژیم ملاهای حاکم بر ایران و دولت عراق است. در این کمپ که مساحت آن 80 بار کوچکتر از اشرف است، مجموعی از بنگال‌های فرسوده به صورت فشرده کنار هم چیده شده و همچنان که مقاومت ایران بارها به مقامات ملل متحد و آمریکا هشدار داده است، در مقابل هر حمله‌ای به شدت آسیب پذیر است. ضروری است آنتونیو گوترز، کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد، برای حفاظت از جان و سلامت ساکنان لیبرتی موقعیت پناهندگی عموم آنها را فوراً اعلام کند. ما اعلام می‌کنیم دولت آمریکا و ملل متحد در قبال امنیت و سلامت این پناهندگان مسئولیت مستقیم دارند. توجه شما را به مصاحبه شیخ حمود هاشم الزاهری جلب می‌کنیم. لا ونعتبر ذلك جريمة لا ينبغي السكوت عليها من العالم الإسلامي ومن المجتمع الدولي. الثورة السلبي أصبح واضح للعيان أن هناك تواطؤ إيراني مالكي وغض الطرف من المجتمع الدولي هي أخرى دماء وكرامة أصحاب المخيم، فنحن ندين هذا ونستنكره. نرى أن هذا ضرب مشروع وأنه من حقهم أن يعودوا إلى مخيمهم، ولا ينبغي أن يخرجوا منها، وينبغي على كل الفعاليات العراقية والعراق علماء العراق والقائمة العراقية وكل شرفاء المجتمع الدولي أن يعمل على تحقيق هذا الطلب وإعادتهم إلى المخيم. إنه يخشى من الصوت المعارض الذي يصطع برأيه، ونحن نعرف أن النظام يقف ضد الرأي الآخر ولا يسمح بتحديدية سياسية مشروع، ولذلك استغرب أن يحصل منه هذه الحاجة حتى وإن كانوا في أوضاع. هذا الأسلوب لا يمثل الإسلام ولا يمثل الحياة الديمقراطية الصحيحة التي تنص على التداول السلمي وعلى قبول الرأي والرأي الآخر. نحن نأسف لهذه الممارسة من قبل النظام الإيراني الذي قطع ثورته باسم إسلامية ثم حولها مذهبية عنصرية تريد التوسع وإثارة المشاكل عند الآخرين، وهذا ما نعاني منه سواء هنا أو ما تعاني منه الدول العربية
وسواء في العراق او في لبنان او في السعوديه او في البحرين او في غيرها هذا الاسلوب، وفي سوريا على وجه الخصوص لانه اصبح الاسد يباشر بالوكاه واصبح التدخل سافر، ولذلك دماء الشعب السوري